من جا در و برات صاف می کنم، هرچی سر و بر و پراب می کنم. ما یک تحصن 5 روزه از روز دوشنبه تا جمعه داریم جلوی سازمان عفو بین الملل. ما اومدیم اینجا جمع شدیم تا بتونیم صدایی باشیم برای اعدامیامون که داره نقض حقوق بشر براشون اتفاق میفته و به ناحق در دادگاه‌هایی که فقط 20 دقیقه طول میکشه بدون هیچ وکیلی دارن حکم اعدام به اینا میدن. ما اینجا جمع شدیم تا از سازمان عفو بین الملل بخوام تا کاری برای این بچه‌ها بکنه، صدایی برای این بچه‌ها باشه، اگر میتونه وکیلای اینترنشنالشو وارد این بازی‌ها کنه که بتونن این بچه ها رو وکالتشون رو به عهده بگیرن، شاید بتونن به سفیر ایران در انگلیس نامه ای بزنن، بتونن ازشون درخواست کنن که حداقل به تعویق انداختن این حکمای اعدام تا UN بتونه اون تحقیقی که داشتن میکردن در مورد ایران رو تموم کنه و شاید بتونن صدایی باشن برای این بچه هایی که هیچ صدایی ندارن، بچه‌هایی که حقوقشون به عنوان یک آدم داره توی ایران اصلا رعایت نمیشه، هیچ حقی ندارن، حق وکیل داشتن ندارن، حق کوچکترین چیزایی که یک آدم میتونه داشته باشه رو ندارن. و ما اینجا از سازمان عفو بین‌الملل خواهش میکنیم اگر میتونن کاری برای اونا بکنن، صدایی برای اونا باشن و شاید بشه جون یک آدم رو نجات داد. از رومین و بمبوش انزار میدوام، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بریم. بعد ما بارون میباره از را. خب ببینید، ما قبل از این در واقع این تحصانی که انجام بدیم بارها نامه و کارزارهای مختلفی را انداختیم، ولی گفتیم که به خاطر اینکه خب جواب قطعی تری بگیریم و بخوایم فشار بیشتری بیاریم به خصوص به سازمان عفو بین‌الملل به عنوان یک در واقع سازمان مردم نهادی که بخواد به مسائل در واقع حقوق بشر تمرکز بیشتری داره، از این طریق بخوایم به دولت بریتانیا فشار بیاریم و که حالا این تحصن چند روزه رو که دوستان در واقع سازماندهی کردن از دوشنبه تا جمعه و حمایت های ما بسیاری داشتیم. ایرانیان وقتی که اطلاع رسانی کردیم از حتی صاحبان کسب و کار و رستوران ها بچه ها رو با چای و کیک و غذاهاشون گرم میکردن که بتونن بچه ها رو حمایت کنن، جدا از اینکه افراد مختلفی از ساعت کارشون میزدن و میومدن شرکت میکردن. و واقعا این همبستگی و اتحادیه که ما نیاز داریم تا بتونیم در واقع امتداد صدای ایران باشیم و بتونیم در واقع کاری برای ایران بکنیم. بیا بریم، بعد ما بارون میباره از شازاری پر میشه این خونه از رقص و ما بریم تو سینه ها رگبار و آهن نیست دیگه، هیچ خاکستری از جنس آدم نیست. من بالا تو برات باز
عوض میکنم با تو تو تاریکی پرواز میکنم. بیا من چشمات. ما اینجا چادر زدیم روبروی سازمان عفو بین‌الملل برای اینکه از اعدام ها اینا کنسل کنن، اعدام ها رو کنسل کنن. تا الان خبر خوشی که داریم دو تا از بچه ها فرهاد و فرزاد به تعویق افتاده این اعدامشون.